سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من نیما طاهری ام با یک راهنمای 8 قسمتی اسکالا از این هفته در خدمتتونم. با وجود کورسی که خود سازنده اسکالا گذاشته آنلاین و همه میتونن استفاده بکنن و این همه آموزش اسکالای دیگه که روی یوتیوبه، چه نیازی بود که من اصلا درست بکنم این رو؟ میگن هر کسی فرض میکنه همه مثل خودشن. من آدمی هم که اصلا صبور نیستم، معمولا همه چیز رو خیلی عجولانه و خیلی سریع دوست دارم یاد بگیرم. حتی سریال خیلی هیجان انگیزم دارم نگاه میکنم، باز حوصله‌ام نمیکشه که همشو نگاه کنم، تونتون رد میکنم خیلی از بخشاشو. اگه شما مثل من عجولید، این راهنما برای شماست. تو 8 قسمت از اسلاید خبری نیست، توضیح اضافه نمیدم، مستقیم آیدی رو باز میکنم و یه پروژه یا یه الگوریتم رو سعی میکنم پیاده بکنم. فرض میکنم که حتما با یه زبان برنامه‌نویسی تا الان چند ماه کار کردید و دست کم یه برنامه‌نویس متوسط هستید. با یه سری کانسپت رو باید آشنا باشید، چون دیگه نمیخوام توضیحشون بدم، مثل مفاهیم شیء‌گرایی و المان‌های برنامه‌نویسی پروسیجرال و سایر کانسپت‌هایی که بین همه زبان‌های برنامه‌نویسی مشترکه. پس چی رو اصلا می‌خوای بگی؟ اول از همه با سینتکس اسکالا می‌خوام آشناتون بکنم خیلی سریع. دوم بهتون بگم که چطوری اون ذهنیت شیء‌گرا و پروسیجرال که داشتید کم کم بذارید کنار و برید به سمت فانکشنال نوشتن کد. سوم می‌خوام آشناتون کنم با یه سری فیچرهای مدرن مثل ایمپلیسیت ها، ماکرو ها، پترن میچینگ، جنریک تایپ ها، و در نهایت این که ببینیم چطور از فریم ورک ها و لایبرری های معروف اسکالایی میتونیم کمک بگیریم برای نوشتن اپلیکیشن های وب. اصلا چرا اسکالا یاد بگیریم و به چه درد میخوره؟ اسکالا زبان برنامه‌نویسی مدرنه که توسط یکی از پروفسورهای دانشگاه خفن ای پی اف ال اختراع شده. آدمی که سالها توی محیط آکادمیک روی زبان‌های برنامه‌نویسی کار کرده و سالها هم توی صنعت بوده. یکی از کارهایی که ایشون کرده اضافه کردن جنریک ها به زبان برنامه‌نویسی جاوا هستش. اسکالا توسط کمپانی‌های بزرگی که تعداد یوزرهاشون در حد چند صد میلیون و میلیارده داره استفاده میشه، از جمله توییتر، نتفلیکس، تامبلر، ایر بی ام بی، فورسکوئر. جدا از این کمپانی‌های بزرگ، لایبرری ها و فریم ورک های مشهور و قدرتمندی مثل آکا، کافکا و اسپارک هم با اسکالا نوشته شدن که ویژگی بین اینا همه مشترکه، اینکه همه اینا برای لود بالا و هندل کردن تعداد زیادی درخواست و یوزر طراحی شدن. جدا از این اسما که گفتم، خود زبان اسکالا چه ویژگی‌هایی داره که اینطور باحالش کرده؟ اولین و مهمترین ویژگی اسکالا تایپ سیستم خیلی خیلی قویه که داره و قابلیت استنتاج تایپ‌هایی که داره است. در حدی که اگه لایبرری شیپلس اسکالا رو ببینید، شاید خیلی کاربردی نباشه، ولی قابلیت‌هاش و اون اینترنال‌هاش رو ببینید، واقعاً حیرت زده میشید از این همه قدرت تایپ سیستم اسکالا. دومین ویژگی خیلی قدرتمند و جالبی که داره وجود ایمپلیسیت هاست، یعنی یک سری تبدیل‌ها و یک سری پارامتر اینجکشن‌ها رو به صورت خودکار و بدون اینکه صریحاً برنامه‌نویس وارد بکنه، خود کامپایلر انجام میده، که این فلکسیبیلیتی خیلی خیلی بالایی به زبان میده. جدا از اینکه فیچرهایی مثل ادهاک پولیمورفیز به وجود میاد. سومین ویژگی که خیلی خیلی باحاله و هنوز توی زبونهای رقیب مثل کاترین نیومده، وجود ماکروها یا کامپایل تایم رفلکشن هستش. این فیچر به چه صورته؟ که شما میتونید متدهای خاصی بنویسید به اسم ماکرو و این متدهاتون زمان ران تایم اجرا نمیشن، در واقع زمان کامپایل اجرا میشن و این متدها میتونن بخشی از کد خودتون رو اسکن بکنن و بر اساس اون چیزی که اسکن کردن، بر اساس لاجیکی که خودتون مینویسید، کد جدید جنریت بکنن که یه کاربرد میتونه توی نوشتن سریالایزرها باشه. چهارمین ویژگی خاصی که اسکالا داره به نظرم داشتن یه API تمیز برای انجام کارها به صورت async و وجود این API توی کور خود برنامه نویسی باعث شده که لایبرری هایی که برای اسکالا مینویسن هم پشتیبان خوبی از ایسینک داشته باشن. اینکه ایسینک اصلا به چه درد میخوره رو یک اشاره کوتاهی بذارید بهش بکنم. در قدیم هندل کردن کانکارنسی با عهده خود سیستم عامل بود، یعنی اینکه به ازای هر ریکوست یا هر یوزری که میومد از سرویس استفاده بکنه، یک ترد ساخته میشد و اون ترد انحصاراً مسئول رسیدگی به اون درخواست میشد. ولی بعدها که تعداد متقاضیان سرویس‌های آنلاین به مرور بیشتر و بیشتر شد،
کار به جایی رسید که تعداد یوزرهایی که همزمان یک سرویس رو صدا می زدن به 1000، 10000 و حتی بالاتر رسید. اون موقع بود که معلوم شد این مکانیزم یک ترد به ازای هر درخواست اصلا افیشنت نیست، چون این ترد ها برای کارهای آی او از جمله کارهای دیتابیسی بلاک می شدن و همونطور که می دونید کسر بزرگی از زمان یک سرویس مربوط به انجام کارهای آی او هستش. در نهایت به جایی می رسید کار که تعداد زیادی ترد بلاک شده روی سیستم عامل وجود داشت و سیستم عامل که به صورت راوند رابین کارهای سی پی یو رو به این ترد ها اختصاص می داد، مدت زمان قابل توجهی رو صرف سویچ کردن بین این تردها هدر میداد. این جدا از مقدار حافظه‌ای که خود ترد هم اشغال میکنه روی رم. مکانیزم ایسینک به طور کلی برای اینه که ترد بلاک شده ما دیگه نداشته باشیم. یعنی شما وقتی دستور انجام کار آی او رو میدید دیگه ترد رو بلاک نمیکنید تا نتیجه اون کار آی او برسه. ادامه دستورات رو انجام میدید تا پایان و وقتی که نتیجه اون کار آی او برسه، سیستم عامل یا لایبرری یا فریم ورکی که استفاده کردید اون کالبک شما رو فراخوانی میکنه به همراه نتیجه اون کار آی او. اسکالا فیچرهای خیلی متعدد دیگه ای داره که همگی برای اینن که کد شما خلاصه تر و خواناتر بشه، از جمله کارینگ، کلوزر، کد تایپ اینفرنس، پترن میچینگ، ساختمان داده هایی مثل تاپل، ترای، ایدر، آپشنال که همگی برای حل یه سری دغدغه‌ای که خیلی رایج هست توی برنامه‌نویسی درست شدن. من خودم اسکالا خیلی دوست دارم، حتی اگه یه پروژه خیلی کوچیکم بگیرم با سعی می‌کنم با اسکالا بزنمشون. واقعا حس خوبی بهم میده روی این فیچر ها، روی این اکوسیستم کد زدن. و امیدوارم شما هم اگه با اسکالا تا الان آشنا نبودید بعد از دیدن این راهنما بهش علاقه من بشید مثل من. این مجموعه 8 قسمتی رو به حمایت و درخواست شرکت پینتاپین دارم میسازم. قرار بر این شد که هفته یک ویدیو ما بسازیم و بعضی از هفته‌ها چون یه خورده ممکنه بیشتر طول بکشه ساختن اون ویدیو، دیگه حد اکثر دو هفته یک بار ما یه ویدیو میسازیم و به صورت عمومی منتشر میکنیم که همه دوستان استفاده بکنن. به علاوه یک اسایمنت که بهتون میدم که اون مباحث اون کانسپت هایی که دیدید برید تمرین بکنید. یک کارگاه برای بچه های پینتاپین برگزار میشه هفته بعدش برای حل تمرین و رفع اشکال. مباحثی که تا این دوره قرار پوشش بدیم به علاوه ویدئوهایی که آپلود میکنیم، تکلیفهایی که میذاریم و منابعی که باهاتون به اشتراک میذاریم، همه رو روی وبلاگ تیم مهندسی پینتاپین قرار میدیم. و اگه عضو گروه اسکالا توی تلگرام هستید، من هر وقت ویدئویی بذارم اونجا به اطلاع هم میرسونم.